دوباره خوش آمدین. ادامه صبح زندگی رو تماشا میکنین از آریانا و آریانا نیوز، همچنان از آریانا FM 96.5 صدای ما رو دارین. مهمان بسیار عزیز داریم، انجینیر صاحب جواد. شما در پیوند و ذوب آهن‌آلات حتما در جریان هستین. ما در کشور برخی شرکت‌های ذوب آهن داریم، اما این صنعت چگونه هست؟ شرایط کاریش چگونه هست؟ ما در افغانستان آیا در این بخش دچار مشکل هستیم؟ واقعا نه. استانداردهای ما به کدام معیار هاست و موارد دیگری که در لابلای برنامه حتما صحبت‌هایش را خواهیم داشت و پاسخ‌های انجینیر سبا خواهیم گرفت. شما را دعوت می‌کنم تا پایان این بحث با ما همراه باشید. انجینیر بسیار خوش آمدین، صبحتون بخیر. خیلی ممنون، تشکر. سلام عرض می‌کنم مجددا خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیزتان. بسیار خوشحال هستم که امروز در خدمتتان هستم. قربان، بسیار تشکر، خوش آمدین. می‌خوایم در ابتدا در مورد خود صنعت و ذوب آهن در افغانستان بدانیم که چگونه هست. خب صنعت ذوب آهن در واقع یک صنعت نو است در افغانستان. صنعتی است که به نظر من بسیار پرکاربردی، بسیار کاربردی و در واقع بخشی از نیازهای اساسی مردم را برآورده میکنه و سرعت پیشرفت این صنعت بسیار خوب است. در سالهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی انجام شده، فابریکات بسیار خوبی احداث شده و تولید به سمت استاندارد شدن در حال پیشروی است. خوشبختانه شرایط خاص هم داره؟ خب پس نگاه کاری و چه تفاوت‌هایی نسبت به دیگر صنعت‌ها داره؟ خب چون یک صنعت نو است در واقع بیشتر حالت تحقیقاتی داره، کارهای انجام میشه. ما از متخصصان خارجی فعلا استفاده میکنیم و در حال ترین دادن افراد در داخل هستیم و انشالله به روز خواهیم رسید که هم به لحاظ متخصصین هم به لحاظ تولید به خودکفایی. فعلا چند درصد ما حداقل در راستای صنعت ذوب آهن در افغانستان و آهن‌آلات ما متخصص داریم و به خودکفایی نزدیک شدیم؟ در قسمت انجینران خوبی داریم، در قسمت کارگران هم کارگران خوبی داریم، در قسمت کارگران مسلکی در حال آموزش دیدن هستیم و در رابطه با تولیدات هم مقدار تولیدات هم عرض کنم که حدود 70% نیاز داخلی را فعلا ما برآورده میکنیم. در خود افغانستان تولید میشه و به مردم ما عرضه میشه و انشالله در سال آینده فابریکه ملت استیل قصد دارد که فاز جدید فابریکه را در واقع به بهره برداری برساند. فاز جدید انشالله که به بهره داری برسد تقریبا ما به خودکفایی کامل نزدیک خواهیم شد در زمینه تولید سیخ گل. یک موضوع جالب توجه است که شما کوتاه گفتن، میخوایم که روند پیشرفت بازاری صنعت ذوب آهن را در افغانستان بدانیم که چگونه هست، پیشرفت‌هایی را داشتیم، چشمگیر بوده یا نه، به حالت عادی رو به پیشرفت است؟ بله، بسیار پیشرفت‌های خوبی داشتیم. من معتقد هستم که مخصوصا در همین سالهای اخیر بحث تولید استاندارد مطرح شده، چون در واقع ما مجبور هستیم که سیستم را با سیستم بین‌المللی عیار بکنیم و نیاز مردم که در واقع نیاز محصولات با کیفیت و مطابق با استاندارد هست را بهش توجه بکنیم. در سالهای اخیر بسیار روی موضوع کار شده و فابریکات احداث شده برای تولیدات استاندارد، از جمله فابریکه ملت استیل که حدوداً از 6 ماه پیش فعالیت جدی خودش شروع کرده. در واقع این فابریکه از سال 91 با نام دیگری فعالیت داشت، ولی از 6 ماه پیش در واقع تغییراتی آمد، خریداری شد توسط سهامدارای فعلی. تغییرات بسیار بنیادی ایجاد شد در این فابریکه، از جمله امکانات بروز خریداری شد، متخصصای مسلکی و مجرب استخدام شد و در واقع پالیسی ها و برنامه ها طوری تنظیم شد تا محصولات مطابق با استانداردهای بین المللی که در واقع نیاز امروز مردم ماست تولید شود تا انشالله ما رو به خودکفایی بریم در این قسمت. شما از استاندارد یادآور شدید، ما چه استانداردهایی فعلا در افغانستان داریم؟ در کشور ما رایج است در بخش صنعت ذوب آهن. در قسمت آهن‌آلات در واقع یک استانداردی است به نام ASTM که در تمام دنیا این استاندارد مروج است و قبول شده. همچنین در افغانستان ما هم از همین استاندارد پیروی می‌کنیم. در واقع سیخول هایی که ما و شما میشنویم به نام گرید 60 در واقع تحت استاندارد ASTM است و ما هم از همین استاندارد پیروی میکنیم تا محصولاتی داشته باشیم که در واقع مطابق با استانداردهای بین المللی باشه. تولیدات ما چگونه است؟ چی تولید داریم ما در افغانستان فعلا؟ بیشترین مقدار تولید در زمینه آهن‌آلات مربوط به سیخ گل است فعلا و در کنارش ملت استیل در واقع انگلاران و تیاران هم تولید داره، مقاطع دیگه هم تولید میشه و انشالله در فاز جدید شرکت که سال آینده به بهره برداری میرسه ما اشکال متنوع دیگه هم اضافه خواهیم کرد. یک موضوع قابل توجه است، میخوایم سوال بپرسم دارای دو جزء اولی که شما مواد اولیه‌تون از کجا تامین میکنید؟ یک دومین مورد ما اگر مواد از بیرون وارد بکنیم تولید داشته باشیم پس صنعت تولید ما چگونه است؟ ما صادر پس میتاریم؟ آیا صادرات واردات ما هست؟ مواد اولیه فعلا از آهن‌آلات داغمه در واقع استفاده میشه به عنوان مواد اولیه. یک بخش قابل توجهش تقریبا 98% مواد اولیه ما همین آهن‌آلات داغمه است که در واقع یک مسئله است در رابطه با مسئله بازیافت مواد و یک مسئله است که به نظر من به نفع کشور است. در شرایط فعلی ما مشکل نداریم، داغمجات موجود هست چون در گذشته قاچاق میشد، فعلا جلوی قاچاقش گرفته شده خوشبختانه و به اندازه کافی به اندازه تولید فعلا هست داغمجات. ولی داغمجات در واقع چیزی است که روز به روز رو به کاهش خواهد رفت، همینطور که تعداد کارخانجات تولیدی زیادتر خواهد شد و هدف به این سمت هست که در واقع کشور باید در زمینه تولید آهن‌آلات به خود کفایی برسه. بنابراین مواد اولیه بیشتر نیاز است و ما این نگرانی داریم که در آینده نزدیک احتمالاً با مشکل تامین مواد اولیه برخواهیم خورد، لذا مسئله استخراج آهن در واقع از معدن باید روی دست گرفته شود. وقتی که ما در واقع آهنی رو داشته باشیم که از معدن استخراج میشه قیمت ما هم پایین تر خواهد آمد و در صورتی که ما برق مناسب تر با قیمت مناسب تر داشته باشیم اون موقع میتونیم که به صادرات هم فکر بکنیم. ولی در شرایط فعلی چون قیمت داغمجات حدوداً بالا است و همچنین برق، خب صادرات کردن تا جایی را مشکل است. ما به لحاظ کیفیت هیچ مشکل نداریم، کیفیت ما در واقع کیفیت بین المللی است، استاندارد ما استانداردی است که در تمام دنیا رواج است و قبول شده. وقتی که محصول مطابق با استاندارد تولید شده فرق نمیکنه در افغانستان تولید شده یا جای دیگه. به لحاظ کیفیت هیچ مشکلی برای استاندارد نداریم، ولی به لحاظ قیمت چون قیمت داغمجات و برق بالاست فعلا امکان صادرات وجود نداره. اما انجینر با توجه به اینکه معدن آهن‌آلات در افغانستان بسیار زیاد است، دومین موردی که شما اشاره کردین که ما از نگاه متخصصین آهسته به سمت افغانیزه شده رفتن در حال روان هستیم و میخوایم که بیشتر افغانیزه شد. خب حالا ما اگر بخوایم این روند را دوام بدیم که حتی کمک بکنه به اینکه قیمت ها بیای پایین، از نگاه متخصصین کم بیشتر صحبت بکنیم که ما در چه سطحی نیاز داریم که بتونیم خود ما استخراج بکنیم و خود ما تولید بکنیم تا بتونیم حتی صادرات هم داشته باشیم. مسئله اصلی در استخراج آهن مسائل کلان است که در واقع از طریق مسئولین باید پیگیری شود، ولی در قسمت تخصص ما متخصصین خوبی در داخل هم داریم و یک راهی است که خیلی آسانتر که ما میتونیم استفاده بکنیم که همین الان در دنیا رواج است و حتی در کشورهای پیشرفته، این است که شرکت های وجود دارند که در واقع زمینه کارشون همین بحث استخراج است. اونها هم متخصصان دارن هم امکانات و سرمایه دارن. ما میتونیم با اون شرکت ها همکاری داشته باشیم، شرکت ها میاین داخل امکانات خودشان میارن، متخصصین هم همینطور داخل هم متخصصین داخلی رو هم آموزش میدن و بحث استخراج معادن شروع میکنن. چند سالی با توجه به هم قرارداد چند سالی اونا استخراج انجام میدن و بعد همون امکانات و همون در واقع دانش رو باقی میگذارن و خودشان میرن به پروژه بعدیشان میرسن. یک کار است که فعلا حتی در کشورهای پیشرفته هم رواج است. ما میتونیم از ظرفیت‌های خارجی استفاده کنیم در این قسمت. خب در مسائل امنیتی وجود دارد دیگه، به هر حال مسائل کلان است که مسئولین باید در این قسمت اقدام بکنن. درست. شما قبلا از استاندارد یادآور شدین، ما فعلا از چه استاندارد پیروی میکنیم در افغانستان در صنعت ذوب‌آهن؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم استاندارد ASTM تقریبا در تمامی زمینهای مواد تازه است یا که دیر زمان است؟ چند سال میشه که تولید استاندارد در افغانستان رواج شده. استانداردی که در واقع مورد قبول تمام دنیا هم هست همین استاندارد است، استاندارد ASTM. در واقع مؤسسه است که در تمامی زمینهای مواد استانداردهایی رو داره که در دنیا قبول شده است. همچنین ما از همین استاندارد پیروی می‌کنیم. درست. وقتی موضوع صنعت میه در قبل از ذوب‌آهن یک ذهنیت شغلی هم به فکر انسان میرسه که در راستای ایجاد شغل چه کمک کرده صنعت ذوب‌آهن در افغانستان که شما عملا در کارش هستید؟ بله، صنعت ذوب‌آهن همطور که میدونید یک صنعت بسیار کلان است، همچنان که سرمایه گذاری بسیار کلان نیاز داره و همچنان که یک بخشی از نیازهای مورد توجه قابل توجه مردم را تامین میکنه، همینطور هم شغلهای زیادی ایجاد میکنه و فایده‌های بسیار زیادی داره. مهمترین فایدهش این است که در واقع ما نیاز به واردات نداریم، سرمایه در داخل کشور به جریان خواهد افتاد، شغل‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال در ملت استیل فعلا تقریبا 300 نفر شغل اجرا میکنن و حدود 5000 نفر به صورت غیر مستقیم در ارتباط با ملت استیل وظیفه اجرا میکنن و در فاز جدید شرکت که ان شاءالله سال آینده به بهره برداری خواهد رسید این تعداد بیشتر خواهد شد. موضوع شغل وقتی یادآور شدین، حالا میتونیم بخش ذوب‌آهن وارد کارهای شاقه کنیم یا نه؟ کارهای نرمتر است. خب کارگر که انجام میده کارهایش. خب بستگی داره. در صورتی که سیستم مدرن باشه، سیستم تولید مدرن باشه، خب در افغانستان هست، سیستم‌های قدیمی هم هست. در سیستم‌های قدیمی خب کارگرها کارشان مشکل‌تر است، ولی در سیستم‌های جدید که در واقع ملت استیل هم همینطور هست، کارگرها کارشان خیلی سخت نیست. انجینیر صاحب یک موضوع دیگه که اتفاقا جالب توجه هست از نگاه محیط زیستی، ما شرکت ها رو داریم، همه کمپانی ها در همه عرصه هایی که فعالیت میکنن تنها ذوب‌آهن، از نگاه محیط زیستی بخارهایی که بیرون میشه میتونه ضرر رسان باشه، دودآلات. شما از چه بخش سوختیتون چگونه هست؟ گاز استفاده میکنی، نفت استفاده میکنی یا هم برق است؟ تا از نگاه محیط زیستی شهر هر شهر از افغانستان گوش دوچار مشکل نشه. بله، بسیار مسئله مهمی است مسئله محیط زیست. ما هم همیشه تلاش داریم که نسبت به این موضوع توجه داشته باشیم، در همین راستا اقداماتی را هم انجام دادیم. خوشبختانه صنایع ذوب‌آهن انرژی اصلی که استفاده میکنه برق است و برق انرژی پاک است. ما تلاشی که داریم این است که داغمجاتی که تهیه میکنیم هم به لحاظ مسائل کیفیتی، وقتی که داغمجات تهیه میشه ما سعی میکنیم که یک جداسازی را انجام بدیم و اون قسمتی که مناسب کار ماست و قسمت را در واقع استفاده کنیم و قسمتی که مناسب نیست دیگه باید کنار گذاشته شود، چون به لحاظ کیفیتی ممکن است که محصولات ما دچار مشکل شود. و در کنار این ما تمام تلاش خودم میکنیم که داغمجاتی استفاده کنیم که کمترین میزان آلودگی را ایجاد کنه، مثلا چرب نباشه، داخلش رابر نداشته باشه، چون اینا وقتی که میسوزن دود تولید میکنن. در یک قسمت ما نهایت کوشش خودم میکنیم اتفاقا همون رابری که میسوزه همون یک سری ناخالصی ها و مواد مضر ایجاد میکنه که در محصولات ما هم تاثیر منفی خواهد داشت. بنابراین ما بسیار توجه میکنیم در یک قسمت و در کنار این سیستم تصفیه دود ما داریم. سیستم تصفیه دود در واقع وظیفه‌اش همین است که در واقع هم دودهایی که از حاصل از ذوب داغمجات هست رو در واقع تصفیه میکنه با کیفیت بسیار عالی و او دود در واقع گرفته میشه و اتفاقا او یک بخشی از نیاز دیگه از کشور تامین میکنه، همون دود در یک صنعت دیگه باز استفاده میشه. درست. فعلا با توجه به همین وضعیت شما پس انرژی رو چگونه تامین میکنیم؟ با توجه به برق که در افغانستان داریم وضعیت نابسامانی داریم بخش انرژی ما. بله، ما واقعیتش در همین قسمت دچار مشکل هستیم. ما ظرفیت اینو داریم که فعلا 24 ساعت کار بکنیم، ولی چون 12 ساعت برق داریم 12 ساعت کار میکنیم، سفارش داریم، محصولات ما الحمدلله روی زمین نمیمانه. ما به اندازه 24 ساعت هم که اگر کار کنیم سفارش داریم، ولی مشکل برق داریم و فعلا بیشتر از 12 ساعت برق به ما داده نمیشه. ما همین تقاضا رو داریم که در واقع مسئله برق حل شود. در صورتی که ما مشکل برق نداشته باشیم میتونیم که بخش بیشتری از تولید داخلی را انجام بدیم، نیاز مردم برآورده کنیم، شغل‌های بیشتری ایجاد کنیم و در واقع فایده‌ای بسیار قابل توجهی به کشور خواهد رسید. در صورت متأسفانه موضوع برقی که یادآور شدم خیلی از صنعتکاران ما دچار مشکل هست، نه تنها بخش صنعت زوباهن، صنعت‌های دیگر هم هستند که در ولایت افغانستان فعالیت دارند، دچار این مشکل هستیم. میزان فروش چگونه هست با توجه به این وضعیتی که داریم؟ شرایط که آمده شما تمام تلاش هم که به قول خودتان دارین که استانداردها را بالا بتر ببرین، آنچه که در سطح جهانی قابل پذیرش است، میزان فروش چگونه هست در افغانستان به خصوص؟ خب در شرایط فعلی تا حدودی فروش کمتر شده نسبت به گذشته، ولی باز هم مردم ما امید دارن، کار میکنن. کشور در حال ساخت است، در واقع استقبال مردم خوب است از محصولات ما، چون ما همیشه تلاش داشتیم که محصولات با کیفیت تولید بکنیم و رضایت مشتریان رو داشته باشیم. ما در ملت استیل تلاش ما همیشه بر این است که چون فابریکه نو است، تلاش ما بر این است که از حد استاندارد کیفیت و مسائل کیفیتی را بالاتر در نظر بگیریم. استاندارد خودش یک سری ارقام، یک سری معیارهایی برای سنجش کیفیت، سنجش استحکام و مسائل کیفیتی تعریف کرده. ما همیشه تلاش ما بر این است که حداقل 15% از اون مقادیر بالاتر در نظر بگیریم تا در واقع سربلند باشیم و همیشه رضایت مردم را داشته باشیم. حرف اگر باقی مانده که من نگفته باشم کوتاه لطفاً شریک بکنیم. خواهش میکنم. دیگه مسئله خاصی نیست، فقط ما تقاضای ما از مسئولین همین است که در قسمت مشکلات صنایع ذوب‌آهن توجه داشته باشند، تامین مواد اولیه، مسئله برق و همچنین خواستیم از مردم این است که در واقع چون در گذشته بعضی ذهنیت‌ها وجود داشت که ممکن است تولیدات داخلی کیفیت مناسب نداشته باشه، ولی در سالهای اخیر تلاش‌های بسیار خوبی انجام شده، محصولات با کیفیت تولید شده. خواهش ما از مردم این است که در واقع محصولات داخلی را در موردش فکر بکنن، ببینن محصولاتی که استاندارد هست معلومات بگیرن، اطمینان خود حاصل کنن. محصولات استاندارد ما برایشان پیشنهاد میکنیم که با خیلی راحت استفاده بکنن. بسیار تشکر انجینیر صبح جواد که آمدین در برنامه با ما. سلامت باشین. تشکر از شما که دعوت کردین. قربانتن. بیاین از محصولات داخلی خود حمایت بکنیم تا تولیدات ما به خود کفایی برسه و وطن خود را دوباره آباد بکنیم. میریم به یک وقفه، بعد از وقفه برمیگردیم. ادامه صبح زندگی از آریانا و آریانا نیوز و همچنان آریانا FM 96.5.